به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر همگی شما عزیزان، کسایی که بیننده برنامه رسم زندگی هستن. روز پیروزی جهاد بر تمام ملت پرغرور ما تبریک باشه. انشاءالله که چنین تجاربی را هم داشته باشیم و از این روز پر افتخار همیشه تجلیل شود. در ارتباط با هشتم ثور امروز صحبت میکنیم، در مورد مزایا و مشکلات و تمام بودها امروز بیشتر صحبت میکنیم. مهمان گرامی هم اینجا حضور پیدا کردن، در کنار ما هستن، صحبت های بیشتر رو واگذار میکنیم به ایشان. جناب پادشاه بینا، استاد دانشگاه، در ارتباط با گرامی داشت از هشتم ثور، روز پر افتخار برای تمام ملت عزیز ما افغانستان. وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. تشکر، بخیر باشی. در ارتباط با هشتم ثور بیشتر صحبت ها را از شما به گونه مقدمه میشنویم و در ارتباط با مزایا و تاریکی هایی که وجود داشته هم میشنویم در ادامه. به نام آن که انسان را آفرید و برایش سخن گفتن آموخت، درود و سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. این روز خجسته را برای ملت مجاهد و مجاهد پرور افغانستان مبارکباد میگم. این روز روز حماسه آفرینی و شهکاری های ملت افغانستان از شرق تا به غرب و از شمال تا به جنوب بوده که در رابطه با هجوم و اشغال یک ابرقدرت جهان که خود را هیولای زمان می گرفت استاده شدند در برابرش با امو وسائلی که داشتند. اما چیزی که بالاتر از همه چیز داشتند او ایمان و عقیده و باور از این ملت بود. یعنی ملت نخواست که در برابر همچو یک هیولای سر تعظیم خم بکنه، نخواست که یوغ غلامی و چاکری و نوکری را به گردن خود بگذاره. شعارش آزادی خواهی بود و نخواست که خاکش که خاک ما که مادر مشترک ماست در زیر گام های مردم بیگانه باشد. به این ارتباط کمر خود را ملت بسته کرد، آستین غیرت را برزد و 2 میلیون شهید داد. بالاخره آفتاب یا خورشید آزادی را او کاملا لمس کرد و در اونجا فقط خود را دید. پس به این ارتباط این روز روز تاریخ آفرینی، امروز روز حماسه آفرینی برای ملت افغانستان است. یعنی هر انسان آزاده‌ای که مورد اشغال و تهاجم قرار بگیره، اگر سر باز اگر از زیر ازی بار خود بیرون نکند، بدون شک او مظلوم پنداشته میشه. پس مظلوم که میشه، خداوند با او یک نوع معامله میکنه. به این خاطر این ملت نخواست مظلوم واقع شود، در برابر همچو یک ابرقدرت استاد شد که امروز ما و شما شاهد امو غولپیکرها و تانگها و تیاره و همه چیزش در افغانستان هستیم و میبینیم و دوست داریم که اینها هم در یک موزیم جاگذاری شوند که برای مردمی که دندانهای خود را تیز کردن، برای کشورهایی که در حالت دندان تیز کردن هستند، بدانند که این ملت ملتی است که تسلیم زور و زر هرگز نخواهد شد. و ما هم من حیث کسایی که یک نسلی که بعد از جهاد آمدیم و در دوران مقاومت هستیم، درود و مرحبا به اندیشه های امو بزرگ مردانی که در راه آزادی و در راه حفظ و پاسداری از این وطن کمر بسته کردن و امروز ما مدیون و مرهون احسانشان است. بله دقیقا. از هشتم ثور سال 1371 به بعد اگر صحبت بکنیم، مشکلاتی که در او زمان ایجاد شده بود، با او همه مشکلات، چگونه تانستن که این پیروزی را از آن خود بسازند، برای مردم عزیز ما افغانستان دوباره سرفرازی و سربلندی را کسب بکنن، از شما میشنویم. ببینین وقتی که اتحاد جماهیر شوروی فکر میکرد که افغانستان یک کشور کوچک است، در کنارش است، بعد یک حمله ای که میکنه یا در 2 شب یا در 3 شب قضیه حل میشه و یکی از ایالت‌های اتحاد جماهیر شوروی افغانستان هم حساب میشه. این مفکوره را در سر میپروران، اما متاسفانه که از تاریخ و شهامت و شجاعت از این مردم بیخبر بود. وقتی که داخل قضیه شد، در اینجا بود که ناگزیر شد که ایره باید این روز خروج خشون سرخ نیست، روز اخراج قشون سرخ است. ایده اتحاد جماهیر شوروی را ملت افغانستان از این کشور اخراج کرده. اگر بگویم خروج کرده، خودشان رفته. نه، ما ملت افغانستان اونها را به زور کشیدیم از این وطن. پس به این لحاظ ما و شما شاهد هستیم وقتی که ما او را اخراج میکنیم، اما 18 ایالت دیگری که داره
تمام پسوندهاشون که استان است و تاجیکستان و ارمنستان و قرقیزستان و غیره و غیره همه آزادی خود را میگیرن و اتحاد جماهیر شوروی با نام ازی که بسیار نامش بزرگ بود اتحاد جماهیر شوروی تغییر میکند نامش که عبارت از هویتش است تغییر میکند به نام روسیه میشه حالا شور اتحاد جماهیر شوروی در دنیا به نام کشور روسیه میشناسند این خودش دستاورد بزرگ ملت افغانستان است و همچنان وقتی که چنین شهکاری از خود نشان دادی ملت مجاهد و مجاهد پرور که تاریخ افغانستان به خط زرین این روز نوشته کرده این روز روزی نیست که روز ترس و روز هراس و دلهرگی مردم افغانستان باشه این روز روز شجاعتشان است که ما به این افتخار باید بکنیم اگر تاریخ بخوانیم باید افتخار بکنیم به خاطر از اینکه از این که در روز پر افتخار در طول 5000 سال ما نداشتیم اید چی خواسته باشیم چی نخواسته باشیم یک ابرقدرت دنیا حمله میکنه با وجود از این که هم اسکارد در خدمتش است هم اوراگان هم لونا هم تمام سلاح‌های مدرن روز اما ما و شما با امو عقیده و ایمان و اخلاصی که داریم به خاک ما به مردم ما به خالق ما کمر ما را بسته میکنیم استاد میشیم و اگر از بود مادیش فکر بکنیم که چنین موضوع اصلا امکان پذیر نبود که افغانستان بتونه که پیروز شبه و بتونه که جماهیر شوروی را از افغانستان خارج بسازند که دستاورد خیلی بزرگ میتونه باشه بر تمام ملت ما افغانستان و این که در ارتباط با مشکلات هم بعضی گفتنی های وجود داره وقتی که در تاریخ ما کماکان مطالعاتی که داشتیم و وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که از مشکلات هم و از تاریکی ها هم یادآور شده در کنارش که ما میگیم که روز روشنایی بوده بر ملت ما افغانستان اما باز هم مشکلات و تاریکی های خودش هم داشته میخوایم در ارتباط با هم شما بشه ببینین بعضی از دوستای ما هستن بعضی از هموطنای ما هستن انگشت انتقاد میگذارن و این شکی نیست که هر چیزی که بود مثبت داشت بودای منفی هم میداشته باشد هر چیزی که کمی ها خوبی هایی داشت کمی ها و کاستی هایی میداشته باشد هیچ کسی چشم پوشی کدر نمیتوند چشم پوشی کدر نمیتوند که در دوران در زمان حکومت مجاهدین مشکلاتی نبود جنگ های درونی ایجاد شد و این جنگ های درونی سبب شد که مردم کابل و خصوص از این کشور مهاجر شوند سرگردان و دربدر شوند این شکی نیست ما این مشکلی که در دوران مجاهدین به وجود آمد این را عامل بیرونی قطعا نمیبینم به خاطر از این هر زمانی که یک خانه دزدی میشه تا زمانی که یک شخصی از خود خانه با دزد ارتباط نداشته باشه جای پول و طلا را برش نگویه او دزد هیچ کاری کرده نمیتونه مشکل ما مشکل درونی بود در طول تاریخ در کشور ما یا در کشورهای دیگه هستند فرزندان ناخلفی هستند که یوغ غلامی و نوکری و چاکری را به گردن خود میمانند به منفعت مردمای بیگانه کار میکنند یعنی بدترین، پستترین، بی‌همتترین انسانها امو انسانهایی هستند که بیگانه را در کشور خود رهنمایی میکنن برش جای میتن و ازش تقاضا میکنن و ازش تشکری هم میکنن به خاطر از اینکه این وطن حیثیت مادر مشترک به همه ما داره بله. چگونه میشد که ما بخیزیم بریم یک بیگانه را بیاریم در تصرف مادر خود این کار کاری هست که کار عمو پست فطرتان است در زمان او وقت هم کسایی بودن که به آجندای بیگانه ها را بخصوص پاکستان را میخواستن در کشور ما تطبیق بکنن و کشور ما را از چنگ شوروی کیس و نجات یافته بود ببرن به یک کشوری که خود از او مزدور دیگر هاست میبردن ما را مزدور میساختن پس به این خاطر چالش های درونی ایجاد شد مشکلات بیشتر شد مردم کابل واقعا که در او قسمت شهید دادن که هیچ انکار ناپذیر است اما در حقیقت چیز دایه‌ای که داشت مجاهدین دایه‌شی بود که ما غلام دیگرا نمیشیم ما یک ابرقدرت به زانو در آوردیم ما نمیشد که آل تسلیم یک ابرقدرت دیگر شویم مفکوره همی بود از این خاطر بود که جنگ های درونی شکل گرفت با واقعیت که ملت ما شهید شد در یه چکی نیست اما خدا را سپاسگزار هستیم که در مو وقت هم نتانستن که به مو اهداف شومی که داشتن یعنی پاکستان بیایه بالای ما حکومت کنه ما را امر و نهی کنه به ای دایی خود نرسیدن
به این هدف خود نرسیدن، امروز چهره هایشان هم به تمام نه تنها به مردم افغانستان به دنیا شناخته شده است که مزدور و غلام و بیگانه بیش نبودن. بدون شک ادامه صحبت ها را شما میشنوین، شما هم بیننده باشین. در ادامه برنامه برمیگردیم بعد از میان برنامه خیلی کوتاه. ادامه برنامه رسم زندگی هست. باز هم پیروزی قهرمانان ما، شهیدان ما بر همه ملت افغانستان مبارک باشه و همیشه آرزومند هستیم که تجارب خوبی از پیروزی داشته باشیم و بتونیم که از چنین روزای بگونی درستش تجلیل بکنیم و در موردش معلومات کافی هم داشته باشیم. به خاطر معلومات بیشتر برای شما عزیزان میخوایم در ارتباط با همین موضوع صحبت بکنیم. گرامی داشت، از 8 سال روز پیروزی جهاد در افغانستان، آقای بینا، بیشتر موضوعات مشکلاتی که در او زمان بوده با حکومت فعلی اگر مقایسه بکنیم، از تبعیضات، مشکلاتی که بوده در بین اقوام مختلف، بعضی گفتنی های وجود داره، میخواییم که بیشتر از شما روشناییش رو بشنویم. بسیار نکته خوب اشاره کردیم. ما نه تیوریسن هستیم، نه نظریه پرداز. بله. کسی هستیم که در طول تاریخ در همی جغرافیه بودیم و همه چیز فلمگونه از نظر تیر کردیم. ما مزایای او حکومت هم دیدیم، حتی از زمان داوود به این طرف حکومت هایی را که 12 حکومت تیر شده ما همه اونها را مزهشان چشیدیم و میدانیم من حیث یک جوان که کدام حکومت برای مردم افغانستان با ارزش بود و کدامش نبود، کدامش خدمتگار بود، کدامش خیانتکار بود. این را ما میگوییم، نه اینکه خوانده باشیم و بیاییم تشریح کنیم. در دوران در حکومت مجاهدین ما به یاد دارم که با وجود از این که کشورها ما را به رسمیت نمیشناختن، این حکومت را نمیشناختن و نمیخواستن رابطه داشته باشن. چرا؟ این حکومت مفکوره مزدوری نداشت، میخواست آزاد باشه، آزادمنش باشه، استقلالش به دست خودش باشه. در همون زمان شما باور داشته باشین که کسی در سرزمین ما سکرت زده نمیتونست، سکرت کشیده نمیتونست، منع بود. ولی امروز من میبینم که در حتی در پارک هایی که برای فامیل های ایجاد شده و مردم بره اونجا تفریح بکنه، در اونجا حتی چرس زدن افتخار است. دیگه مواد مخدره بگذار. امروز میبینیم که او روز ما چند تا معتاد بیش نداشتیم، امروز میبینیم که جوانایی که هم نوان من است با میلیون ها در زیرهای پل، در دریای کابل، در جاهای مخروبه، همه اونجا از این مواد استفاده میکنن که این یک نسل نو، یک نسلی که آینده ای وطن میسازد، اون را کلش به سوی به جاده های قحطرا برده. این دو. سوم چیزی که ما در اون وقت میبینیم، همه امیدوار بودن که مصروف یک شغل و کار و باری میشن. امروز میبینیم که نسل جوان ما همه ایشان کمر خود بسته کرده، دیپلوم هایی که از فاکولته فارغ شده این در زیر بغلشان میرن یا خوراک نهنگ میشن یا از ماهی در کشورهای جرمنی و ایتالیا و غیره و غیره. وقتی که ما این گونه نابسامانی ها را میبینیم، میگوییم که مرحبا باد به مو حکومت مجاهدین. یک لقمنان پیدا میکردیم، یک لقمنان حلال، با وجود از اینکه هیچ کشوری ما را در او وقت همکاری نمیکرد. امروز 44 کشور، میخوایم صادقانه به شما بگم، 44 کشور به هدف کمک و همکاری و بازسازی و نوسازی در این کشور آمده. ما امروز سرک های ما ویران است، امروز جوانان ما از این وطن در حال فرار است. امروز ما یک دستاوردی نداریم که به او افتخار کنیم. مثلا بسیار یک نقطه خوب شما را اشاره کردیم، در اون وقت وحدت و اتفاق و همبستگی فوران میکرد و امروز میبینیم که شکاف ها، درس های بزرگی در بین اقوام پیدا شده. بله. که حتی با کسی که پرسانی میکنی بعد از سلام علیکم پرسان میکنه که از کجا هستی. این سوال به این معناست در هر کشوری که چنین سوال شود تعصب به اوجش رسیده. بله. پس این تعصب کی بر اینجا رسانده؟ همین کسایی که امروز داد از این میزنند که ما خادم شما ملت هستیم. ما ملت هستیم، ما ملت انتخاب کردیم دولت. وقتی که دولت انتخاب میکنیم، دولت خادم ماست، به خواستهای ما پاسخ بگوید. اصول همین هست،
دولت باید پاسخگو برای ملت باشه. واقعا. اما متاسفانه که ما میبینیم امروز این دولت به مشت به دهن از این ملت میزنه، به خصوص به جوانای عزیز ما. امروز او جوانان عزیز ما نه حیثیت دارن، نه آبرو، نه عزت. ورقشان زیر بغلشان، دیپلمشان در پشت دروازه ها، رنگشان زرد. انتظار ازی است که برای در اینجا کسی کار میگرده. بچه آیا مشکل از خود ملت هست، از خود ما مردم هست، یا نه مشکل در دیگر جای هست؟ بدون شک از یک طرف گندم تر است و از دیگر طرف هم آسیاب کند. ملت اگر ملت هوشیار باشد، ملت هوشیار خادم خوب، پاسخگو، خادم با درایت، با ظرفیت، با قابلیت انتخاب میکنند. ما تا به حال مشکل اساسی ما این بوده که روی همین موضوعات قومی و سمتی ما نتانستیم که یک خادم واقعی که برایش از بدخشان تا هلمند یک جغرافیای مشترک به نام افغانستان باشه و دست نوازش خود به سر عظیم ملت کش بکنه، ما تا به حال شاهد نبودیم. اگر می بودیم، گفتم پیشتر اشاره کردم 12 رئیس جمهور از پیش نظر خودم تیر شده و در این 12 رئیس جمهور 7 تایش کشته شده، چند تایش زنده است. از این 7 تا شما باور داشته باشین که تا قبر 5 تایش معلوم نیست، زیارت ندارن، معلوم نیست در کجا دفن شدین. کسی که رئیس جمهور شخص اول در یک جغرافیه می باشه، اگه او خادم برای ملت می بود، مثل گاندی مردم میرفت عبادتش میکرد، مثل خمینی میرفت در قبرش، در زیارتش میرفت دعا میکرد، مثل محمد علی جناح میرفت، مثل لیلن همین هم کشورهای همسایه ماست که نمونه شه به شما. اینها رهبرای بودن، رهبرای واقعی برای مردم خود، نه برای قوم خود. در اینجا در تمام سطوح، وقتی که من حیث یک دانشجو میبینم، تمامش به رهبران افغانستان به خاطر قوم خود بوده. اگر به خاطر قومش نمی بود، حتی در جهاد شما ببینید، در جهاد چرا اینا به 7 تنظیم تقسیم شدن؟ جهاد دایی یک دایی است. بله. استادگی در برابر ابرقدرت جهان، در برابر اشغالگر، چرا میرن 7 تنظیم میشن که امروز این سرگردانی برای ما پیدا میشه؟ و امروز هم ما دیروز بهتر از امروز میدانیم. او دیروزی که مجاهدین بود، واقعا یک حکومتی بود که حکومتی بود که آزادی شعارش بود. اما امروز من شاهد هستم، دیروز در همین چند روز پیش در جاده میدان هوایی یک جوان که فرزند ما میشد، امروز از سر شکمش تانک تیر شد. کسی نیست که پرسان کند که همین جوان، همین نوجوان، با وجودی که به مکتب میره، بیکش در پشتش است، به کدام جرم کشته میشه؟ دیگه من چگونه ادعا بکنم که من یک شخص آزاد و مستقل هستم؟ در کشوری که امروز فرزندم کشته میشه، کسی پرسان از او را نمی کنه. من چگونه از این حکومت توصیف بکنم، تمجید بکنم، تقدیر بکنم؟ زمانی من از این تقدیر و تمجید میکنم که واقعا من خود در این آینه ببینم. این آینه است که یک مشت انسانها در او خود میبینن، دروغ میگن. خدا شاهد است که میگن دموکراسی دروغ است. دموکراسی به معنی مردم سالاری. بله. مردم سالاری در اینجا کجا هست؟ ما هیچ خود ندیدیم در این حکومتی که مردم سالاری باشد. من که جوان هستم امروز، چرا ما در بدر هستم؟ چرا میرم به پاکستان و ایران شاقه کاری میکنم به خاطر یک لقمنان؟ من که امروز فرزندای ما سر ببینین، تمامش در جاده ها در یوزگری یا گدایگری میکنن، همهشان گدایگر در این کشور به وجود میاد. به این خاطر است که ما میگیم که او حکومت حکومتی بود که و مردم خود دوست داشت، مردم وطن خود دوست داشت، نمیخواست که آجندای بیگانه در این کشور تطبیق شود، فقط کمرشان را برای خدمت به مردم بسته کرده بودند. بله. حال را کمر خود برای مزدوری به دیگرها بسته کرده. از گذشته ها تا حال وقتی که ما سری داشته باشیم بر تاریخ، میبینیم که مشکلاتی که بوده تمامش برمیگرده به مسائل قومی و مذهبی. بله. که دامن زده. بله. شده در داخل افغانستان. چون ما به همین مفکوره نمیرسیم که بیایم چنین موضوعات کنار بگذاریم، همگی ما به خاطر یک پارچگی افغانستان فقط فکر بکنیم. هر کدام ما در راستای خود ما کاری انجام میدیم که تنها به نفع خود. بله. ما باشه، اما نفع تمام ملت هیچ گاهی نسنجیده. ببینین وقتی که ما از بازسازی صحبت میکنیم، دوست داشتیم همی کسایی که خود بسیار بزرگ معرفی میکنن. بله. این بزرگان ما به جای بازسازی وطن، بازسازی فکری ما نیاز داریم.
وقتی که ما افغانستان آسیب شناسی بکنیم از نظر مدیریتی ضرورت است که اول فکر بسازیم، اول باور بسازیم، اول اعتماد بسازیم، بعد از او بریم به سوی بلدینگ ساختن و آپارتمان ساختن و پارک ساختن و غیره و غیره. چرا؟ به خاطر ازی که این نسل یعنی انسان هاستند که کشور را می سازند. اول باید ما باور بسازیم، بدانیم که همه ما فرزندان از این مادر مشترکی به نام افغانستان هستیم. وقتی که این باور در وجود ما فربه شد، بدون شک میریم به سوی بازسازی، میریم به سوی نوسازی. اما متاسفانه در افغانستان از 2001 به این سو در فکر بازسازی و نوسازی شدند، در فکر آپارتمان ساختن شدند، در فکر ساختن فابریکا و غیره و غیره شدند. در اینجا هست که ملت پشت ملت نگشتند و ملت به شکل اقوام، قوم ها جدا ساختن و آل هر قوم فکر میکنه که صاحب از این وطن ما هستیم. جوانان که میتونن آینده ساز یک کشور باشن، تمامشون فکرشون پراکنده هست. هر کدومشون نمیفهمن که چگونه تصمیم بگیرن در این کشور، چی را قبول بکنن. میبینیم در جایی از خوبی ها گفته شده بیش از حد، در جایی از مشکلات گفته شده بیش از حدش، که نمیفهمیم بر کدام مسیر ما روان باشیم و این همه مشکلاتی که در جامعه کنونی ما فعلا همگی ما تجربه میکنیم. ببینین وقتی که ما ایره میگیم در این هیچ شکی نیست، امروز جوانایی هستن که مثل ما و شما در اینمی سن و سال در خط مقدم جبهه استاد هستن، مبارزه میکنن. هرچی قدری که ما در صف نیروهای امنیتی ما شهید و داریم، قربانی داریم، همه ایش جوان است. شما یک تا طفلان پیدا نمیکنید، یک تا موی سفید هم پیدا نمیکنید. شما در کارهای بسیار ثقیلی که در این کشور صورت میگیره همه نیروی جوان است. پس نیروی جوان است که چراغ امید و آرزو را روشن میکنه در جامعه انسانی. ولی متاسفانه میبینیم 80% امیال کسی که در دستگاه دولت است، 80% سنش از 60 بالاست. همه سال خورده هستن. این طور کسی را ما داریم که امروز عینکای زربینی خود در چشمای خود میمونه، بعد از او امضا میکنه، در غیر از او نمیبینه، فرسوده و پوسیده و شاریده شده. با وجودی که ما به بزرگان خود احترام داریم، اما دوست داریم که سیستمایی که در بیرون ها هست حداقل اگر یاد نداریم از اونا کاپی بکنیم. مثلا وقتی که سنش بالا میره، او را من حیث مشاور ما انتخاب بکنیم و نیروی جوان جا برش خالی بکنیم، جا خالی کنیم، از اون مشوره بگیره. انرژی از جوان، مشوره و تجربه از سالخورده های ما، بله. از این هر دو را یک جا کنی رعنا و زیبا می شود. مشوره از او، انرژی از ای. اما متاسفانه که در وطن ما آل سالخورده سالاری شده. کسایی که پیرم شده این حرصشان زیاد میشه. متاسفانه چوکی ها را بند انداختین. جوان ما که فرزندان از اونا هست، اونا احتیاج و محتاج یا در زیر پل دو راه داره. جوان ما یا بره در زیر پل به مواد مخدر مبتلا شوه، یا بره تومه نهنگ و ماهی که ابحار دنیا شوه. از این خاطر است که ما یک مقدار تشویش داریم، اما مصمم جوان امروز بر این است که دیگر ما نه سمت و سوره میشناسیم، نه قوم ما کار نداریم که کدام قوم است. ما همه ما ملت هستیم، بله. ملت افغانستان هستیم. ما امروز او دغدغه هایی که دیروز بود که از این فلان قوم است از فلان، ما قوم نمیپذیریم. ما همه ما در قدم اول انسان، در قدم دوم مسلمان، در قدم سوم شهروند از این کشور هستیم. همه ما دست با هم میتیم، نمیگذاریم که دیگر این وطن ما به پرتگاه بحران نزدیک شود. اگر چنین نکنیم، بدون شک روزی نه ما و شما سرنشین های کشتی هستیم. ناخدای های از این کشتی شاید ما را کدام روز به صخره یا به کوه یا به طوفان مواجه کند، که اون وقت سرنوشت تمامی سرنشینان از این کشتی میره به کام مرگ. پس باید از ما شروع تا شما تا تمام جوانای از این وطن، هر کسی که صاحب درک و احساس است، بس کمر ما را بسته کنیم در ساختن یک افغانستان جدید و انکشاف یافته و خودکفا، سایی و کوشا باشه. انشالله که به چنین روزی میرسه. ممنون از که در برنامه تشریف آورده، ممنون از همراهی همه شما عزیزان. همیشه مردم عزیز ما افغانستان تمنایم از خداوند همی است که سربلند و سرفراز باشن. تا دیدار بعد، الله نگهدار.